با نام و یاد خدا با تشکر از وقتی که شما در اختیار خودتان گذاشتید و به سخنانی گوش فرا می دهید که لزوم پیشرفت شما در کاری است که تا به حال تجربه نداشتید و در هر سن و جنسیتی که هستید شروع به فعالیت تو این زمینه می کنید همینطور که من و شما ها می دانیم وقت گرانبهاست و کاری که توسط این پادکست ها در حال اجراست فقط و فقط جنبه بالا بردن اطلاعات و کسب مهارت ها در زمینه پیشرفت های شخصی دارد. اولین قسمت از پادکست های استدیو صداهای همراه را می شنبید. به دلیل اثر بخشی بالاتر هر پادکست در پنج دقیقه تنظیم شده و لازم است بدانیم زندگی هیچ شوخی و جدی سرش نمی شود و فقط زمان تاثیرگذار گذار در پیشرفت زندگی است. چطور است که یک مدیر عامل روزانه 800 ساعت کار انجام می دهد ولی همه ما می دانیم که تنها و تنها در روز در بهترین حالت 24 ساعت کار انجام می گیرد. انسانی هست که روزانه 25 ساعت کار انجام دهد پس چگونه است؟ اهرام سرمایه درست است مثالی که آورده می شود به جای استفاده از 100 درصد توان خود از یک درصد توان 100 نفر استفاده می کنیم ساعتهای زندگی انسان قابل خریدن است و هر کسی هر ساعتش مقداری قیمت گذاری شده است حال بهتر است از خودمان بپرسیم هر ساعت زندگیمون چند تا می میارزه؟ استانداردی راجع به قیمت وجود ندارد بر اساس استاندارد سازی خودمان قیمت تعیین می شود سوالاتی که پرسیده می شود فقط دکمه تفکر به درونتان را فعال می کند و قطب نمای زندگیتان جهت هم. آیا در خلق زندگی رویایی و دلخواهتان تا به امروز واقعا موفق بودید؟ آیا همانطور که دوست داشتید و میخواستید زندگی می کنید؟ یا اینکه مثل بسیاری از مردم صرفا سعی میکنید به آنچه دارید و حسید قناعت کنید؟ چشمانداز های متفاوتی نسبت به جواب سوالات بالا وجود دارد؟ کدام بهتر است و چگونه باید زندگی کرد که برای سوالات بالا دلایلی داشت و بدون نگرانی و ترس از شکست به سطح پایداری از زندگی رسید؟ تمامی انسان ها دو مورد مشابه دارند. یکی زمان و دیگری مغز. ما باید در زمینه که فکر می کنیم توانا هستیم خودمان را قوی کنیم و مهارت بالایی به دست آوریم و در پله بعدی فرصت را خوب ببینیم. بتوانیم آدم خوششانسی باشیم تصور کنید کسی به شما زنگ میزند و میگوید رفیق یه کار جذاب پیدا کردم و تو جز اولین نفراتی هستی که بهش زنگ میزنم ولی این کار نیاز به تخصص زیادی در زمین نقشه کشی داره در زم درآمد خیلی بالایی میتونی داشته باشی خب جواب شما اینه که من تخصصش ندارم پس اتفاقی که میافته شما به دلیل این که مهارت نداشتید این فرصت خوب رو از دست دادید سوال مطرح شده در این قسمت ما چه تخصصی باید داشته باشیم که بتونیم از فرصت به دست آمده بیشترین استفاده را بکنیم فراموش نکنید که مسئول متحول کردن زندگیمان خودمان هستیم و بهترین زمان برای شروع همین امروز است شروع هر کار از جمله کاری که اصلا در آن تجربه ای ندارید باید از خودتان شروع کنید و خودتان را در موقعیت مناسبی که دوستش دارید قرار دهید. گام اول شناخت خود است. گام دوم پذیرش خود، گام سوم خودسازی و در نهایت گام چهارم شکوفایی. کاری که من در تیم موفقیتم انجام می دهم دقیقا همین کار است و دوستانم موظف شدن روزانه این چهار کار را انجام دهند. در نهایت با این جمله پادکست شماره یک را به پایان می اینکه این که بعضی ها توانستن موفقیت های بزرگ کسب کنند دلیل این است که دیگران هم می توانن. علی علیزاده